يا منتظر سجن في دواء زيارة توي إيران شو من الزيارة توي شاسة ديجا دجا إيران كلن كفرة مسلمان ده إيران دي دنا نمشى وتر نفرار دیدم که پاسپورت خود در بازار نشان داده امی مامور گرفته پاسپورت رو پاره کده خودش رد مرز کده زمستان دو بچه ما رو گرفت زن ما سه بچه ما بود زن ما چهار نفر زمستان رد مرز کرد یه خود ما قد یک دختر یک بچه ما تقریبا دمی بعد از عید قربان ما رد مرز کرد عین خونه کی عین زمستان عین اخی هم خدم زیاد سه باچه خلدی مرس نمی گرفت اگر از دقیقا سری کار مرفتن دیگه باز خیلی مردار ازیاد مونه خیلی ازیاد مونه یک ازیاد مونه که ده فکر که به خیلی گم تد که بینگر آدم تا این یک کومن آدم مردار آزاش نداره همون چند آن در پیش روی مانو مونجا یک قذت که دیگه دیل مدو تکشت در پیش روی من چی کار که دو باچه هست یک دیگه خندی ده تو چرا خنده کدی؟ ترکی اجازه داد که تو خنده کدی؟ ده اجازه کی تو خنده کدی؟ ویر افغانی ها رو نمیدینن فقط صاحب کارای شما رو میره فهمیدی؟ کسی که یک چیز سوال میکرد خیلی لد میکرد خیلی زیاد دیگه اینا پیسه ویزیش ندارن که ما بیدیم که بچه میزکنه برستم دختر دیر زنگ دادم گریه هم کردم مادر چرا غم از من نمخری شما؟ شما چرا این تشیش دید؟ امیدی اما اسناد نداشتیم تکسی هم سوار نمنه اما تکسی دیست بیدی مگه اسناد داره یا نداره؟ بله هم دخترم مانده همونجی دیگه هفت نفر چهار نفر زمستان را دیمار شدیم سه نفر دیگه فامیدی بعد از سیدی قربان تو هزار تشکریم از تو خدا جان تو جور بله که بخش فامیلا می اول چرا میگری از اول چرا بخبری منی خدا تو هم جان جور بده بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ سلام دوستان عزیز امیدوارم هر کجا هستید صحتمند سر حال باشید به یک ویدیو دیگر از کانال یوتیوب جاغریستی خوش آمدید دوستان عزیز در این ویدیو شخص را همراه خود داریم که همراه 6 نفر از اعضای فامیلش چند مدت پیش از کشور ایران دیپورت شده و فعلا هم کابل هم دن دیگه قصه های را همراهشان می داشته باشیم همچنان از وضعیت مهاجرین و امیدوارم شما عزیزانم تا آخر این ویدیو بیننده باشید آقای علیزاده سلام خوبی جان جور بخیر سلام علیکم خوب است جان من جور بخیر خوش سلامت خور زنده باش فامیل مگه خوب انشاءالله الحمدلله شکر فرز خدا شما خوبید زنده باش سلامت باشی بخیر باشی آقای علیزاده ما در اول ویدیو امرای دوستا گفتم که شما چند وقت پیش از ایران اندین رد مرش دین دیگه نال میشه اول خود خیلی معرفی کنی باز بلدی دوستای از ما بگی که چند وقت میشه که رد مرش دین تقریبا یک دو ماه میشه که رد مرش دین دو ماه؟ دو ماه دو ماه یا یک دو ماه و بیست روی دینه چیزا میشه خب ایر بلدی از ما بگی که در کجا ایران بودی؟ ما تهران بودم تهران؟ بله در کدام قسمتش؟ تهران طرف چیز بودم شابدالعظیم چند مدت میشد که اونجا زندگی میکردی؟ یک دو نیم سال کلتر کمتر میشد همراه فامیل خو؟ همراه فامیل خو چطور بود باز وضعیت کاربار؟ وضعیت کاربار خوب بود دیگه بد نبود کار بد نبود خب کار ساختمانی بود؟ نه سنگبری بود ماهانه در حساب افغانی چی خدا کار میکنی؟ در حساب افغانی یک ماهی 15,000 16,000 کار میکنم خب ماشالله خوب بوده دیگه در؟ آره دیگه تنها خود کار میکرد یا بچه های تمام باید کار میکرد؟ تنها خود نکار میکردم یک بچه من بود یکشی خب از بچه های در اونجا درس میخواند یا چی رو خواندنه؟ یکش قدمه کار میکرد دو سه تای دیگه درس میخواند کورس میرفت دیگه درس چیز نمارخت اسناد نداشت خب امی که مگه اسناد قانونی باید بشتشی دمی سر روز در ایران موشه بلدیز ما بود که اسناد قانونی مثلا چی چیز را یک مهاجر افغانستانی دشتشه که؟ یک مهاجر باید پاسپورت داشته شد باید سربرگه داشته شد فهمیدی نیر مگه اسناد قانونی برگه سرشماری؟ بله تنها اگه پاسپورت داشته شد باز چی رخمه؟ بار را داشته شد موشه یا نه؟ تنها پاسپورت داشته شد پاسپورت وقت داشته شد هم موشه ره باز وضعیت مهاجرین فعلا چی رخمه بود در ایران؟ وضعیت مهاجرین برای فعلا که بیخی دیگه از مهاجرین برشته نمیتونید فهمیدی؟ به خاطر از اینکه اگر تکسی سوار مشتی هم اسناد سوال میکرد اگر مثلا در جای
اسناد سوال مونه در تکسی، در مترو، در هر جایی که بری باید اسناد داشته شی بدون از این سوال نمونه اسناد که داشته یعنی امرای خب باید وار بگیردنی دیگه؟ بله بله اگر نداشتی باز میگره؟ نداشتی باید میگره، بله دیگه دی پس نو وضعیت کاربار چه خواهش نمون چی؟ وضعیت کاربار که برای فعلا که افغانی ها را کلی کشی رد مرز کده دیگه کارخانه خواه و دیگه خوب بد نیه دیگه کسی که اسناد داشت خوبه دیگه بدون اسناد نمیتونه کار کنه دیگه ایتر نفرار هم توش کده که امرای پاسپورت و مثلا دیگه چیزا هم دشته ده قانونی و تقوی رد مرز کده شه؟ ایتر نفرار را دیدم که پاسپورت چه در بازار نشان داده امی مامور گرفته پاسپورتش رو پاره کرده خودش را رد مرز کرده پاسپورتش پاره کرده؟ بله دیگه بلده از ما بود که اینال که ماتیل از ایران این دفعه رد مرز چند نفر دید یا ما پارسال زمستان چرا؟ یالی که ما یک دختر ما یک بچه ما خود ما سه نفر بودیم زمستان دو بچه ما رو گرفت زن ما سه بچه ما بود، زن ما چهار نفر زمستان را دی مرز کرد دیگه خود ما یک دختر یک بچه ما تقریبا بعد از عید قربان ما را دی مرز کرد چهار روز فامیل را پارسال زمستان را دی مرز کرد؟ بله با شما همون جمندیم؟ ما همون جمندیم دیگه، ما خسر کار بودم، بچه ها کورس بودک مادر شیار گرفت از خانه گرفت خب در کل هفت نفر از با شمول خود تو دیگه از فامیل چیم رد مرش نه؟ بله هشت نفر بودیم یکی ما مانده یک نفر در ایران مده؟ بله هم دخترم مانده همونجی دیگه هفت نفر چهار نفر زمستان رد مرش دیم سه نفر دیگه فامیلی بعد از سیدی قربان باز این دفعه که شما رد مرش کرد کجا بودی چی رقمی بودم این واقع؟ این دفعه مرک رد مرش کرد از سرکار آمدم در دروازه فامیلی دروازه رو میزدم بچه هم برشد سایی گفتم که مامور آماد مامور آماد می گفت مر اسناد خواهد بعد از او ما گفتم ما اسناد نداریم مر گرفت دم محتر می انداخت ما گفتم باش که یک بچه خوردم داریم قد یک دختر خواهم آرام بگیریم اون موقع اجازه داد اونا را هم امرای گرفتیم دیگه بر دردگاه دردگاه چند شام مندی؟ دردگاه یک هفته یک هفته؟ بله چرا قد دیر شد؟ ولی خانه والا دیرتر ها خب مجرد ها رو زودتر رد نه خانه والا دیرتر ها یه گفته مکمل اینجا من آره چطور وضعیت اردوگاه هست؟ وضعیت اردوگاه دیگه هست دیگه تو نانمان نیه دیگه نیه دیگه یکان چیزی که بخری چند برابر ها فهمیدی قیمت چی؟ مواد خوراکه قیمت بله زیاد بیرو بار اونجا؟ خیلی زیاد خواهی کسایی گفتی مجردی باز وار زودتر از این وار زودتر را دی مرز منه یک شو دو شو زیاد نمونه فامیلیا دیر میشه بله نانمان چی رقم نان سهی میرسن نانمان یک نصف نان میدید دیگه یک ذره آش چیزا دیگه دال نخوده یا مثلا یک کم برینجا دیگه اون قدر نان نیه دیگه جای خواه باز چه رقمه؟ جای خواه دیگه اون رقم هست دیگه تخت که نداره دیگه تخت هم که داره دیگه اون در ریزمی میخوابی در این سمیت دم یک هفته چی رقمی تیر شده؟ والا دو یک هفته خیلی سخت تیر شد زنانه و مردانه جایش جدای؟ زنانه و مردانه جدای جایش زمانه که در اردوگاه برم حاجرین در پول میگره اونجی؟ پول میگره بله چه قدری؟ پول میگره 900 تومن زمانه که در اردوگاه مبره نمیگره زمانه که از اردوگاه بار میز نمیگره تا که در مرز بره نفر 900 تومن یک نفر اگر مثلا هم 900 تومن را نداشته شما شکل نفر که از 900 تومن را که نداشته از دیگر ها جمع منه فهمیدی؟ از دیگر ها جمع منه که تا پول زو پوره شد یعنی تو نفر اجازه نمیده تا که پول نده اجازه نمیده باید؟ بله تا که پول نداشتی اجازه نم ات بار نمیزنه اونجا هسته دیگه پیشتر گفتی که یک دختر دیگه تم بخلال ایران مانده یک دختر دیگه مانده و سرکار بود فهمیدی؟ و سرکار بود دیگه آمدیم دیگه هرچی گفتم که یک دختر مانده مادرش را از سه بچه ما گرفتی برده گفت نه اید مشکل نداره برو هم گفت اجازه نداد تو زنگ دهیم یا دیگه کنم و مانده منجی بازی ها لمرایشی در ارتباط هستی؟ در ارتباط هستیم اونجا یک جای پرستار کار همونجا هسته چیز مگه حالی؟ حالی مگه دیگه غم از مر بخورید
پاسپورت میگیری چیز منی دیالی که ویزا میزم پیسش خیلی نداره دیگه اصلا منجه دیگه تا چی رقم باشه اگه مسئله خانه ما مانده دیگه فرش و ظرف و کل چیز مانده دیگه پول در چند جای میرسیم حجی؟ پول فقط نمیزی ما رو که گرفتک برده وردگا بعد از اینجا یک هفته که ماندیم صداقت ما میدی همونجا نام نویسیم بعد از صداقت اونجا نفری 900 تومن جمع نفع میدی اون کسایی که پول نداشت محترم که پول نمیشد باز از سر دست دیگرا در زور میگرفت پول زوره از دیگر نفر که پوراشه نه پول که نداشتی مانده ای دیگه اون منجی کس که پول نداره پولش از مردمای دیگه جمع نه؟ مردمای دیگه جمع نه تا که پوراشه باز رد مرز نه؟ رد مرز نه بله دیگه کتام چای دیگه باز پول میره دیگه مسیر را از ما که نگرفتک فقط هم زوردگاه که بورد نفر 900 تومن گرفت آزار وضعیت در چیش میخواد خود در اردوگاه وش کردی که مهاجرین رسید؟ آزار وضعیت بله همه هر چیز که سوال کنی یا مثلا یک بخزی به اجازه یا مثلا بری لد منه فهمیدی؟ شما رو کار گرفت زد یا نه؟ نه ما هیچی هم نگفتم قرار قدم دیدی بچه خود دختر فهمیدی در یک جای گوشه ششتی دیدیم دیگه هیچ چیز نگفتیم همونجا ششتیم دیگه کسی که یک چیزی سوال میکرد خیلی لد میکرد خیلی زیاد فقط از خاطر زی چهر سوال گیرین دیگه؟ آفرین آفرین مثلا کسافت چطور چی کار فهمیدی؟ هزار داودش نام دیگه خاله جان خوبی جان جور بخیری؟ تشکر دنده باشی بسی جان جوره تشکر فامیل همگی خوبه انشانا؟ شکر شما خوب هستید زنده باشی آقای زده بلدیز مو پیشتر گرچند معلومات داد گفت که موقت نفر را بمرشتی چهار نفر پارسال زمستو بوده با سه نفر شیالی دیگه خودم اگر بیشتر بلدیز مو ما خودم قد دو سه باچه خو یک باچه انگریزه دو شکلان پارسال زمستان بود عین خونه کی عین زمستان عین اخی هم قدم زیاد سه باچه خرد مرس نم گرفت از تقریبا سر کار مون رفتن دیگه هم زیاد کارتم کار می کردی آره ما خودم کار می کردم سه باچه خو مون رفتن خیاطی خیاطی مون سر کار خودم مون رفتن دیگه پول زیادم مدام دو تو کاریش دیگه دو باچه خیاطی مون از ما رفتم از این تاش از موتر که تاش دی وقت هم بگیر بگیر بود دیگه از باز هم که تاش در موتر که گرفت اگه مونه باز خیلی مردار اذیت مونه خیلی اذیت مونه یه قضیت مونه که نده فکر که به خیر گم تد که بینگر آدم حتی این یک کومنان در مردار آزاش نداره یک کومه ام به مزی که شور بخره دیگه شلاقه به مزی یعنی میقن نمیتونی کلمه سرخه یعنی تو بالا کنی یا این میخنده میتونی که تو یک رو بخندی یا یک چیز دیگه خسای کنی نمیتونی اونو مکنه همین به مزی که بخندی به مزی که یک کاری کنی همون چند آنه در پیش روی ما نمون یک قذت که دیگه همچه دیل مدو تکشت در پیش روی ما چی کار که دو باچه هست یک دیگه خندی ده تو چی رو خنده کدی تو رو کی اجازه داد که تو خنده کدی در اجازه کی تو خنده کدی تو چی خاطر خنده کدی خب مردم میگه خنده که خیر خنده که کس نه جرأت نداره سر خوبال کنه کس جرأت نداره که گپ ده کس جرأت نداره که چیکن ما رو بلدی اندی وش تو گریه زمین نان میورد جاوت گا بلدی نمیزی تنو مگه تو وش کنید مردا نه مردا یک اتاق پور بود ما زنا کمتر بودی مردا یک اتاق تو کک بند تقریبا یک هفته اون مونج مندی باز از اونج بس یک گردگاه دیگه اون مونج مندی باز خیلی وضعیت مردا خراب بود شو دمزو خونی که این زمستان بود بور که دمو بود بود موتر سرشی موشو تو جمع جارو خدا سرشو مکازم و کارای دیگه کلی کار خدا سامه مکده سرش باز کسی که پیسه نداشت دیگه او که به خیلی دیگه در وضعیت خراب بخی جمع کو بخی جارو کو بخی کار کو بخی سو کو بخی سو کو کسی که پیسه نداشت بخی پیسه انمزیر پیدا میدی جمع نید جمع نید که نمیدی دیگه انمی بوم نید دورد که کلان چمو از باری انمزی شما برسیده نمیتونید تا پیسه زیر پیدا نید تا پیسه زیر ندادید پیسه این مزیرید بیدید جمع کنید جمع کنید بیدید اونم زنجی برسته بارید از اینکه اونم زمان که پیسه تو جمع نکده اونم نفرهای دیگه هم دوباره دوباره نوزو نفر موم نه اونم اینجا تا پیسه زور جمع کن پیسه زور که جمع کرد به دوردگاه پس که خالی که دوردگاه دیگه بیدی پیسه اون همین 8 میلیون نفر 8 میلیون زمان میکرد بیدین پیسه باز ما یک زمانی بود که دوردگاه آخری خود من نرفتیم باچه ام رفت اگر از اینجا
دیگه در خود از زنگ دادی تلفن از روخ نکرد باز از او فاملای دیگه یکدم زنگ دم در زوام گوشی بال نکرد گو زنگ دیگه چی که پیسا پیدا همی نفر 8 میلیون نمیش تاول کرد که 80 هزار تاول کرد که مش مرای کرد باز نه چون دیگه گوشی بال کرد نو دیگه گوشی بال کرد باز از او یه باچه ام رفتم ایچ قرار مانده این در رفتم که مده قرارشده باز خود ام رفتم مکنوبش چی رو پیش نمیش چی رو گب نمیزه اگر زنگ گوشی بال نک پیسا ریکر کنم نه چی رو باز رفتم خود من بازم اون نفر کمی چه پیسه همی گرید که خانوادگی مکن ما این میباش چی میه باز گفت که کجا پیسهش مکن پیسه نیست پیشم پیسه نیست این زنگ داره گوشی کنید گوشی خودان شما که گوشی بار نکده باز خود خیره که نیست برو دیگه مادر جان بود زمان باز خوب بود مادر جان که چی که نیست برو دیگه خانوادگی کستی باز بین گیریم امون تر بعد دختی ها باز بین گیریم امون تر وضعیت خرابه امون تر پدن آلتی ها امون تر رسو گمون فیدای زیارت های ایران چه همینه زیارت هایش هسته دیگه دیگه ایران کلن کفره مسلمان در ایران دیده نه نمشه یعنی بسته ایران کفره نه دودش نمشه نه مادر میله نه فرزند میله نه دیگه میله همین چیزی که هسته دیگه همین چیزایش مثل سگ واری دست کنی میشه از سگ هم بستر پیشتر نیه دیتی تایغا کود ایشالله کوی کود دیسو کود دیوسو کود بینگیری ساری مردا که بینگیری دیگه کمش که زندگی در ایران دیگه مال سر مردم بختل خشت از دوستا یک نفر میگفت که تنامی مجردیار برمیزنه راست نه؟ نه بله مجردیار هم میگره خانه والار هم میگره هر کس که زن مرد نداره خو همی اسناد نداشتی میگره زن مرد خورد و کلان نداره دیگه؟ خورد و کلان نداره 10 سال هر کم من دیدم در اردوگاه بود از دوستا یک نفر دیگه چند وقت پیش رتیمر شد باز اونا قصه کرد گفت که خود ایرانیا زمانی که در نانوایی مره باز اونا کارت را از طریق کارت خود نان رو دریافت مره افغانی ها را باز اونا نمیده امی مسئله چی رقم راست است یاد تره؟ امی مسئله بله راست است افغانی ها را نمیده نان فقط صاحب کارایش ما رو میرفت امیدی کسایی که کارگرا صاحب کارایشی بلده افغانی ها نان میره دیگه خود افغانی ها اصلا داشت نان نمیدی به کاردم نداری نانم نمیدی دیگه یعنی رئیس جمهور شد که نو شد بعد از او خیلی بگیر بگیر زیاد شد نه من هر جایی حتی در خانه در میف امیدی خانه که در میف از امی اسناد رو پرسان مونه؟ بله در خانه که در میف نشان میده ایرانی ها مگه در یک کچه شما افغانی میشنه مگره بعد از او مستقیم میف مگه اسناد دارد دروازه رو میزنه اسناد نداشتی داشتی کار نداره نداشتی میگره داره خود ایرانی ها افغانی ها دگیر میده؟ خود ایرانی ها هم کاری میده بله ای کسایی که پاسپورت داشت شد فهمیدی دمی بازار که نشان میدی مامورا را پاره منه فهمیدی؟ پاسپورت را پاره منه فهمیدی پاسپورت بهتر نشان ندی و در اردوگاه که در چیز که برد در فرمانداری اونجی جدا منه کسی که مگه کی اسناد داره بعد از او از اونجی آزاد منه اگه در بازار نشان بدی فارم نه پاسپورت ده بله گفتی کسایی که پاسپورت چی نم فهم گفتی وقت چی من داشت واره یک طرف منه کسایی که خواهش داشت بله و کسایی که وقت داشت پاسپورت چی اونا رو یک طرف منه کسایی که پاسپورت چی وقتش تمام بود که دستنان نداشت و دیگه طرف منه واره مبرو اردوگاه و کسایی که پاسپورتش وقت داشت دستنان داشت اونا رو امزونج آزاد منه بله پاسپورت چه وقت تمام شد؟ وارم رد مرز منه؟ وارم رد مرز منه جریمه هم منه چقدری جریمه؟ یک 500-600 تومن نه جریمه هم منه و رد مرز منه فهمیدی؟ ایران قیمتی بود یا نه؟ ایران خیلی قیمتیه یالی قیمتی؟ آره کل چیز خوراکه و همه خوراکه و کل چیز خوراکه و پوشاکه همه چیز قیمتی و اسنپ زد فامیلی که آدرس داد و داماد برد مستقیم اردوگاه از فامیلای نزدیک نیه دوره هم زنه رو که اردوگاه بردد فکر فامیلای شهرانه او رد مرس که دیالی در کابوله خود زن رد مرس در فامیل شهرانه؟ آه شویشی بچهش دختر شوا همون جی من در خود از رد کده ایسا تنها یک زن ده بیر خبر داری یا نه که او پاسپورتی بوده ده یا نه؟ پاسپورتش وقتش تمام بوده دیگه وقتش تمام بوده پاسپورت نشان نداده که جریمه نکنه ها بزرگ رئی دینج فامیل شیران فامیل شیرانه بله امیالی که در بازار اینجا بری کار داشتی فهمیدی اما اسناد نداشتی هم تکسی هم سوار نم نه اگه تکسی دیس بیدی مگه اسناد داره یا نداره مگه نه بدر مره باید اسناد داشتی اما جای خب
از پلیس های ایرانی گذشته تا همی تکسوانا هم اسناد را پرسان بگیم؟ تا همی چیز هم اسناد سوال نه ولی؟ اگر اسناد ندشش تکسی هم نمبره؟ تکسی هم نمبره. خیلی وضعیت مهاجرین خراب. بله خیلی زیاد. دوباره این دختر خانم رفتم در چیز سفارت افغانستان اینجا. رفتم گفتم مردم گفتم یک دانه چی جور کنگدن برگه جور کنگدن. خواهد جور که از اینجا او سرایی که از اینجا باز دوره چیز خوریجی بیدیم. یک دانه برگه میدیم که از اینجا بیسو. باز اینجا هم که رفتم اونجا معلومات گرفتم باز اینجا پرسان کدم گفت برو سینج قانونیش چنده. از سینی سری اجده به پایی نگه باشه به چیز موره رایم نیستو اگه اجده به بالا باشه برو دیگه در وکیل خیر تایید کو ملای ماجد خیر تایید کو باز اینجا هم که رافتم وکیل ها کجا وکیل رافتم مگم امیر تایید که یک دختر مانده در ایران مگه که برو تو اسناد صاحب خانه خیر بیار و بنده خدا اسناد صاحب خانه مر کی میده صاحب خانه مر چه اسناد خیر میده تو صاحب خانه خبر بیار که ما تایید کنم که تو داده خانه که میشنی تو ور خانه را از رانمای نگرته ور در رانما سفت کو که ما تری تایید کن و مسلمان خدا ما در غم اولاد خو مانده اولادیم در ایران مانده دختریم در ایران مانده پیش دروازه مردم ها ما دیگه مانده من متواریم دختر خود دستا خواهیش نم کاری کنه که ما امور عرقم که میشه باید بریم ایستو دیگه نیال دیستم خالی است هم میتونم که یک بچه های خرایی کنم بسا پرود اگه بچه همیز پاسا پرود گریفت دیگه این یاد پیسه ویزیش ندارن که ما بیدیم که بچه میزه کنه برستم دختر دیدی زنگ ما گریم کنم که مادر چرا غم از من نمخشی شما چرا این تشیش دید و دخترم چی کار کنی دیستم از ما کندای پای مزیمی از کجی خما غم از رو بخورم از کجی خما بیاییم از کجی خما تو بیرم و من زامت کشتم نتنیستم از سا خواهیش نم که یک رقم شوه کم پول دگیر می بیایم با چه خرایی کنم باز که خرایی کنم که برم مر برایستو دیگه رقم نمونه دیگه رقم نده مطرا بالم نه نده دیگه بالم نه سر مرز هم که بیده جنجاله از اون طرف ایرانی هم که در راه که بیده جنجاله چون معلومات گرفتم در جایی که بیده جنجاله چاک فامیل چه نباشه دیگه نمیتونه که بیایستو همزه خاطر خواهیشونه از من خواهیشونم کم کاری که نکم دختر من هر صورتی که موشه باید بیست دیدم فامیل لگ جاشی خیلی سخت در دوری اولاد بیشتر این دختر باشه باشه به هر صورت باشه باشه رقم خود خود بروم نه هر رقم میتونه هر جای باشه اگر در پار خوک نمیتونه اگر در دشت خوک نمیتونه کس نمیگه که فلانی باشه فلانی در کجایه باشه فلانی چی را انتخاب دختر خیلی سخته خیلی مشکله هره یک دیگه زن دیگه من دا که مختار از دختر مامایم دختر خسور شیم همی سنب گرفت داده یک جایی ما رفتم مطار سنب زنگ میزده که بیان مرا ببر مطار یا سنب گستم یا کلن بازگاه هم که دولتی بود یا فعلا مطرای چیز پلیس های شخصی ده من ازوای این ده نمفهمه که مردم که سنب یا دولتی جرگده و زنگ داده که بیا بود مور ما فلانی جای سنب که بود رسن برده در اردگاه چند روز در اردگاه آمده این یک دختر یک بچه شی بچه دخترش ریزه یه قشویش در ایران منده خوشم در این در کابل خانه بیرار خو فلان هم اینجا از در یک بدبختی خدا منده که ما الاش چی رقم پس برم حالا دایخ ما چی رقم کنم حالا دایش از اونج در اونج زنگ میزن که مادر چی رو نمید طرف ایران یعنی تو در بدبختی مردم افغانستان نیپچی اونجی نیسپچی اینجی اما این زن برزده با شوهر اولاداش در ایران؟ نه شوهر اولاداش در ایران منده تنها می زن برزده تگی تنها سلامت باش خاله جان تشکر از شما تشکر از تو تشکر از فامیل دوستا هزار تشکریم از تو خدا جان تو جور بله که بخواد فامیلا می اول چرا می گری از اولش بخبری منی خدا تو هم جانی جور بده دوستار هم جانی جور بده خواهیش ما اون مخصه کم کاری کنم باید دبارم دختر من کاری کنم بعد توریک شو یا بس کچا بوره یا آتش بوره باید امور بره سلامت باشه تشکر از اینا نستم تشکر خب آقای علیزاده یک جهان تشکر
بابت معلومات که بلدیزم و دوستای رای دید در باره وضعیت مهاجرین. دیگه زنده و سلامت باشی. خواهش میم. خواهش کنه که این دوستا از خاطر دخترم چی کنه که باید در روزو یک قمایت بیرسیم. ما بیرسه یا بیرسه؟ والا یک دختر ما ماندم اونجا فامیدی امروز را ما نام فهم که چی رقم از چی طریقی بریم پاسپورتم یک بچه ما گرفته دیگه خود من پاسپورت نگرفتیم دیگه ویزام بنده برای فیلن چی ویزه ایران منده؟ نه ویزه ایران اگه بیده عزیزان بیننده ما مشما یک تقاضایی دارم که لطفا همراه فامیل آقای الزاده کمک کنید قسم که خود آقای الزاده و خانومش یادآور شد اینا جمعاً 7 نفر از ایران رد مرد شدن و تنها دختر جوان اینا در ایران باقی مانده و فعلا هم بنابر اقتصاد ضعیفشان نمی توانند که حداقل یکشان پاسپورت و ویزه بگیرن دوباره بروان ایران و دخترشان را به افغانستان برگردانن. دیگه از این لحاظ ما شما تقاضای کمک میکنم که دست فامیل آقای الزاده را بگیرید. دیگه انشالله در کار بار شما برکت باشه. اگر هر کمکی داشتید نمبر واتساپ ما در قسمت دیسکریپشن ویدیو اونجا است، میتونید به نمبر واتساپ ما به تماس شوید. دیگه انشالله ما و کمک شما را به دست آقای الزاده میرسانیم. تشکر از همگی شما عزیزان بیننده. تشکر که تا ایدم بیننده ویدیو ما بودید. دیگه ای بود ویدیو امروز ما که از چنل یوتیوب جاغریستی تقدیم شما شد. اگر می خواهید ویدیوهای بیشتر از چنل ما بیننده باشید، چنل یوتیوب جاغریستی را سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما را لایک کنید و با دوستانتان شریک کنید. و باز هم در آخر برای شما یادآور میشم که همراه فامیل آقای الزاده کمک کنید به اندازه توانتان. تا ویدیوی بعدی الله یار و نگهدار شما عزیزان.